تصاویری که از کشته شدگان درگیری ها در سوریه تا ثانیه های دیگر پخش می شود ممکن است برای عده ای آزاردهنده باشد. مخالفان دولت می گویند این اجساد 20 تن از کشته شدگان در کشتار استان رقه است که دست کم 8 تن از آنها کودکند. به دلیل ممنوعیت فعالیت خبرنگاران مستقل در سوریه، یورونیوز نمیتواند اصل بودن این تصاویر را تایید یا تکذیب کند. همزمان فرمانده پلیس ارتش سوریه با انتشار ویدیویی جدا شدن خود را از نیروهای دولتی و پیوستن به مخالفان رسما اعلام کرد. ژنرال عبدالعزیز اشلال که گفته می شود به ترکیه فرار کرده، یکی از بلندپایه‌ترین مقام‌های نظامی سوریه است که از آغاز نارامی‌های این کشور به مخالفان ملحق شده. چند روز قبل اخضر ابراهیمی نماینده ای سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب که برای پایان دادن به خشونت ها راهی سوریه شده است با بشار اسد رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد. آقای ابراهیمی روز سه‌شنبه با نمایندگان گروهی از مخالفان در دمشق دیدار کرد و قرار است به زودی راهی روسیه شود تا با مقام های متحد قدرتمند حکومت سوریه به مذاکرات خود ادامه دهد، مذاکراتی که تا کنون نتیجه نداده.